جنگ تازه آغاز می شود. فاصله ها کوتاه می شوند. این تیتر جدیدترین اطلاعیه حزب حکمتیست خط رسمیه. در این اطلاعیه که به ویژه بعد از نعره های فرمانده سپاه و منتشر شده، اشاره میکنه به دور جدیدی از تعرض مردم به جمهوری اسلامی و آرایش جدیدی که از محلات کار و زندگی مردم در حال شکل گیری هستش. خود نیست که تمرکز نیروهای سرکوبگر رژیم رفته روی محلات و دارن برای این زورآزمایی آخر خودشون رو آماده میکنن. سریا شهابی، امروز صبح شاهد یک تظاهرات سازماندهی شده حکومتی در خیابان‌های تهران بودیم. به نظر میرسه جمهوری اسلامی رسما اعلام جنگ داده به 80 میلیون انسان که علیهش به میدون اومدن. دقیقاً همین جوره. محور بسیجی رو هم محور بسیجی رو هم راه اندازی کردن. همه میدونن که این اوباشا نه محمل امنیت و آسایش مردمن، بلکه خودشون بانی اصلی ناامنی در ابعاد اجتماعی هم هستن. اما نکته ای که جالبه ظاهریه که اینا به خودشون گرفتن، یعنی ظاهر مدافعین امنیت جامعه. اما به نظر میرسه اینها به یک جنگ آخری اومدن. فرمانده سپاه هم تشبیه کرده این اوضاع رو به یک جنگ تمام عیار با مردم، یعنی راه پس و پیش ندارن در مقابل مردم و اگه بخوان یک قدم در مقابل جامعه عقب بکشن، به نظر میرسه دیگه کارشون تموم باشه و نمیخوان این تصویر رو بدن که عقب میکشن. طول و عرض این عربده های نظام جمهوری اسلامی و نهادهای سرکوبگرش در مقابل مردم چقدره؟ آیا اینا میتونن دهه شصت دیگه رو تکرار بکنن؟ نظر شما رو میشنویم. دهه شصت دیگه رو که نمیتونن تکرار بکنن، ولی وارد فاز جدیدی شدیم. شما اشاره کردید نعره های حسن سلامی فرمانده سپاه که یک جمعیتی رو بالاخره با گرو گرفتن نون و مسکن و زندگیشون کشون بودن اونجا، جمعیتی که الزاماً پیاده نظام اونها نیست، نعرهاش داره و تصمیمی که گرفتن بعد از 8-9 روز دیوارهای اینترنت رو بستن و در همه اتاق فکرشون وارد فاز جدیدی شدن، وارد فاز رو در روی مقابل با کل جامعه شدن. سراسر ایران رو، رابطهش رو مثل مردم در کردستان ایران با اوائل قدرت اینا در میاره، با این تفاوت که اینا مطلقاً و مطلقاً در موقعیتی نیستن که بتونن اون کشتارها و اون ضرباتی که به پیکر انقلابیون سال 57 زدن و دهه 60 ها رو به راه انداختن، اون کشتار و خمام و خونا رو کردن، در همچین موقعیتی نیستن. همه هستیشون رو گذاشتن گروه بقای نظامشون، ولی تبدیل میشن به گشتاپوها تو محلات، تبدیل میشن به نیروهای اشغالگر در محلات. همون رابطه‌ای که مردم در کردستان ایران 10 سال با جمهوری اسلامی داشتن، سراسر ایران تو محلهای کار و محلهای زندگی این رابطه جامعه با جمهوری اسلامی، رابطه مردم با جمهوری اسلامی خواهد بود. جایی که اینا اتفاقاً کسانی خواهد بود که جرأت نخواهند کرد تنهایی برن سراغ کسی تو محلات، چون به خشم و نفرت و تعرض مردم جوونا در انتظارشونه، قطعا سعی میکنن قربانی بگیرن، میخوان جنگ آخرشونه، جنگ مرگ و زندگیشونه، ولی در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی از نظر رابطه با جامعه و رابطه با مردم قرار گرفتن و تصمیم گرفتن که به عنوان یه نیروی واقعا مثل یک نیروی اشغالگر مردم نگاهشون میکنن. فردا اینها گشتاپوهایی خواهند بود که باید منتظر باشن که تو کوچه بغلی سر به نیستشون نکنن. به هر حال این وضعیتی هستش که باش رو به رو هستیم و من فکر میکنم که وضعشون الان از روزهایی که انفجار اعتراض تو خیابونا بود و ازشون به مناسب بدتره. سورا شابی، چرا تمرکزشون رو گذاشتن روی محلات و اساسا در تبلیغاتشون مرتب از حضورشون در محلات کار و زندگی مردم حرف میزنن؟ ببینید اینا تو محلهای کار، کارگر معترض به اینکه حقوقم رو بده رو گرفتن زدن، تو خیابونا تو تظاهرات زدن، دارن وارد سوخت و ساز زندگی مردم میشن. از این نظر میگم مثل نیروهای اشغالگرن، برای اینکه جامعه رو ندارن، نمیتونن حاکمیت کنن، باید جامعه رو تسخیر کنن. چطوری تسخیر کنن؟ جنگ رو دارن میبرن توی خونه های مردم. اینا تبدیل میشن و تبدیل شدن، فعلا تبدیل شدن به نیروهای اشغالگری که میخوان برن محله به محله، جنگ رو محله به محله، کوچه به کوچه به خونه های مردم ببرن، برای اینکه دشمنان حکومت
تو خون زندگی مردمه، زندگی مردمه، مردم برای زندگیشون، برای بقاشون، برای نونشون، برای داروشون، برای مسکنشون به جنگ جمهوری اسلامی اومدن و اینها دارن میرن همونجا. پرده های فریب و کنار زدن و رو در رو با دارن وارد جنگ با مردم میشن، ولی آینده ای ندارن، آینده ای ندارن. شانس اگه بخوان بیارن و تلاش میکنن یه برکتی بلکه توی جنگی با همسایگان و جنگ تو منطقه چیزی از این بلکه عمر بیشتری بخرن، حتما حتما دنبال این برکت ها هستن. ولی تا اونجایی که به مردم برمیگرده رابطهشون به شدت آنتاگونیزه تر از رابطهشون با مردم در کردستان ایران بعد از انقلاب 57 و تجمع مردم خودش رو مجهز میکنن در کمیته های محل، در شبکه ها، در کانون ها و مقابله میکنن با اینا. نمیذارن. همین الان همبستگی، کل یک همبستگی عمیق سراسری رو بین مردم وجود میاره در مقابل جمهوری اسلامی. میگم چیزی شبیه همون مقاومتی خواهد بود که و به مراتب وسیعتر و میلیونی تر و تعرضی تر مقاومتی که در کردستان در مقابل اینا اوایل شکلگیری حکومت جمهوری اسلامی داشتیم. اونها روزهای قدر قدرتیشون بود، امروز روزهای زبونی و جوانیشونه که این عربده هاشون از سر استیصال نه از سر قدرت. رسم میگن که هر موقع میخواین اوضاع جمهوری اسلامی رو به هر حال ارزیابی بکنین همیشه باید اصلاح طلبا رو نگاه بکنین و اوضاعی که اصلاح طلبا امروز درش هستن به شدت وخیمه، مستقل از اینکه جامعه حکم داد به اینکه اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تموم ماجرا و عبور کرد ازشون، امروز به نحو دیگه‌ای دارن ظاهر میشن. ظاهرا به سمت انتخاباتشون میرن و میخوان یه بازارگرمی یا یه خودی دوباره نشون بدن، ببینن چقدر میتونن دوباره نقش یک سوپا بتمینان رو بازی بکنن. میخواستم ببینم نظر شما در این مورد چیه، چون راجع به اتفاقات و تحولاتی که در آبان ماه و خیزشایی که افتاد ظاهرا اصلاح طلبان کنار مردم می ایستن و میگن که اوضاع طوری شده که مشخصا سپاه و شخص خامنه ای کل فضا رو نظامی کرده و هیچ ابراز وجودی به مخالف نمیده و موقعی که مخالف هم میگن منظورشون خودشونه و میگن که راه برای تغییر ساختار نظام دیگه بسته شده و اجازه نمیدن کسی ورود کنه به ساختارهای نظام. میخواستم ببینم شما چقدر این به اصطلاح ارزیابی اصلاح طلبان رو به اصطلاح چجوری ارزیابی میکنی اصلاح طلبان الان؟ ببینید شما اشاره کردید اصلاح طلبان بارومتر بالا پایین رفتنهای اعتماد به نفس و وضعیت خود نظامه. دارن میگن امیدی نیست به این کارها، دارن بالاخره ناامیدیشون رو نشون میدن، این که حالا مدیریت بد شده و این که مجلس ندونسته و این که میشد تصمیمات دیگه گرفت. هیچ تصمیم دیگه نمیتونستن بگیرن. جمهوری اسلامی هیچ راهی نداشته، این جنگ دیر یا زود فرا میرسید. اصلاح طلبان این بازارگرمیاشون راستش هر رو وقتی خریداری داشت، الان دیگه الان پوشتر از اونه که حتی بتونه به نظر من تو خودشون یه کانون سرگرمی سیاسی هم به بار بیاره و اینا پا به فرار میذارن. بخش منتقدش و بخشش که زودتر یعنی حاضر نیست جونش رو بده به اصطلاح، اینا پا به فرار میذارن و جمهوری اسلامی همینی که وایساده، همینی که حسن سلامی صحبت میکنه، همین عربده کشی ها و همین هست، اینا دستشون تو دست هم بود. اصلاح طلب ها به اینا زنده بودن و میدونن که مرگ اونا برای اینا آینده ای نداره، نکناله هاشون در واقع شک و از بی آیندگیشونه، نه چیز بیشتری نیست.